سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از ماجرای جنجالی ازدواج محمد رضا گلزار. با ما همراه باشید. لطفاً عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. امروز در فضای مجازی ویدیوها و عکس‌هایی از ماجرای ازدواج گلزار منتشر شده که جنجالی به پا کرده. محمد رضا گلزار متولد 1 فروردین 1356 بازیگر و خواننده ایرانیه. اون در سال 1385 دریافت کننده بیشترین دستمزد در بین بازیگران بود و یکی از گرونترین بازیگران ایرانه. گلزار در چند فیلم پرفروش ایرانی مثل سلام بمبئی در سال 94، آینه بغل در سال 96 و رحمان 1400 در سال 97 حضور داشته. اون غیر از فعالیت‌های سینمایی توی چند پروژه تلویزیونی از جمله عاشقانه، ساخت ایران 2 و گیسو هم ایفای نقش کرده. گلزار فعالیت خودش رو از سال 77 به عنوان نوازنده گیتار در گروه معروف موسیقی آریان شروع کرد. اون مدتی بعد فعالیت در زمینه بازیگری رو برای اولین بار توی فیلم سام و نرگس در سال 79 به کارگردانی ایرج قادری تجربه کرد. گلزار قبل از گیتاریست و بازیگر شدن بازیکن والیبال بوده. اون به عنوان بازیکن والیبال در تیم‌های استان تهران، پارس خودرو، شیشه و گاز دهیم حضور داشته. اون در لیگ برتر والیبال در سال 87 به عنوان مربی بدنساز تیم ارتعاشات صنعتی فعالیت می‌کرد. به خاطر اینکه خانواده با گیتار زدنش مخالف بودند، تا پایان دبیرستان هیچ فعالیت هنری نداشت. فقط گاهی اوقات ارگ مینواخت. تا سال سوم در رشته ریاضی تحصیل کرد. در سوم دبیرستان توی کنکور دانشگاه آزاد در رشته مهندسی مکانیک قبول شد و رزروش کرد. توی سال آخر به رشته تجربی رفت. قصد دندونپزشک شدن داشت ولی قبول نشد و همون رشته مکانیک رو ادامه داد. گلزار در زمینه موسیقی هم گروه دارکوب رو با همایون نصیری و دیگران راه اندازی کرد. این سوپر استار خوش چهره ایرانی که همیشه هم جنجال ها و حواشی زیادی رو با خودش داشته، مدتی پیش هم بسیار جنجال ساز شده بود. اون که از قبل از اعتراضات انگار کلن محو شد و غیب شد و بعد از اعتراضات با چند پست و استوری برگشت، مورد انتقادات زیادی قرار گرفته بود و به قول اینستاگرامی ها ریزش فالوئر داشت. خیلی ها در طول اعتراضات به هنرمندان و بازیگران و سلبریتی ها حمله می کردن که چرا شما هیچ پست و استوری نمی زارین؟ چرا از هموطنانتون حمایت نمی کنین؟ چرا از سرکوب کردن این همه نوجوان و جوان چیزی نمی گین؟ گلزار که به همه این حرف ها بی توجه بود، ناگهان با آروم شدن اعتراضات پیداش شد و استوری گذاشت که این مردم هر کاری که بکنی بازم اعتراض میکنن. حتی اگر بخوابی روی زمین تا از روت رد بشن، باز هم افرادی هستن که ناراضی باشن. اون که مدتی پیش هم ویدیویی از خودش منتشر کرده بود و جوانها رو به گفتن ذکر دعوت کرده بود و میگفت که من از 8-9 سالگی همیشه ذکر گفتم و هرچی که به دست آوردم رو از خدا خواستم و از اون گرفتم و این حرفهاش بسیار حاشیه ساز شده بود. چند وقت پیش هم حواشی زیادی درست کرده بود. بعد از مدتها قرار بود که برای تبلیغات فروشگاه موبایل در بین طرفدارانش حاضر بشه، اما عکس‌ها و ویدیوهایی که از این مراسم بیرون اومد بسیار جالب بود. از پیرمرد 70-80 ساله‌ای که صورتش از آفتاب سوخته بود و کاملا معلوم بود که کارگره، تا جوانهایی که هیچ شوق و ذوقی نسبت به گلزار نداشتن و فقط دنبال ماشینش میدویدن و جیغ و داد میکردن. بعد هم که از طرف دوستان و نزدیکان گلزار این افشاگری صورت گرفت که اینها هنرور یا سیاهی لشکر بودن که از ساعتی 80 تا 150 هزار تومان پول گرفتن که فقط برای شلوغ کردن دور گلزار بیان و از دست دادن فالوئرها و طرفدارهاش در فضای مجازی به چشم نیاد. که بعد از اون هم خود گلزار ویدیویی منتشر کرد و گفت من نیازی ندارم که کسی رو اجاره کنم که دنبال من راه بیفته. اما از امروز صبح ویدیویی در فضای مجازی وایرال شده که رضا گلزار به همراه یک خانم سفیدپوش از محضر عقد و ازدواج خارج میشن.
خبرها حاکی از اینه که این دو چند سالی با هم در ارتباط بودن و حتی با هم زندگی میکردن و حتی موقعی که گلزار درگیر کرونا شده بود و 3-4 روزی در بیمارستان بستری بود، این خانم دائم کنارش بود و بهش رسیدگی میکرد. گلزاری که چند وقت پیش حواشی زیادی داشت، حالا به عنوان داماد فضای مجازی سر و صدا کرده. آیسان آقاخانی، دختر جوونی که در این روزها به عقد رضا گلزار در اومده، دختریه که متولد 1376 و متولد زنجانه و ساکن تهرانه. برادری به نام آریان داره که متولد 79 و میگن که دوست رضا گلزار بوده. عده‌ای هم گفتن که برای دوستی با رضا گلزار خیلی کوچیک بوده. اما آیسان آقاخانی و رضا گلزار از سال 1398 با هم در ارتباط عاشقانه بودند و مدام در حال سفرهای خارجی مثل دبی بودند. چون که میدونیم که گلزار در دبی خونه داره و خیلی میره میاد و مدت زیادی هم اونجا مونده بود. گلزاری که متولد 1356 و با آیسان 20 سال اختلاف سنی داره. این اختلاف سنی و این ازدواج بی سر و صدا باعث واکنش‌های زیادی از سمت طرفداران این بازیگر شد. چند وقت پیش هم توی یک کنسرت عکسشون کنار هم دیده شده بود که البته معلوم بود که گلزار قصد علنی کردن این رابطه رو داشت. چون همه جا با هم می رفتن و انگار نگرانی نداشتن. اطرافیان و دوستان گلزار هم سعی در پنهان کردن این ازدواج داشتن که دلیلش هم مشخص نیست. شایعات زیادی توی فضای مجازی در مورد آیسان آقاخانی و خانوادش مطرح شده. اینکه پدرش معتاد به مواد مخدر بوده و برادرش الکلی بوده و گلزار بهشون کمک کرده که ترک کنن، یه جورایی بهشون کمک انسان دوستانه و کمک‌های مالی کرده و بعد عاشق دخترشون شده. که مثل بقیه شایعات پایه و اساسی ندارن و ما نمیتونیم که اینها رو تایید کنیم. در مورد روابط عاشقانه و مهمونی‌ها و دوست دخترهای گلزار همیشه شایعات و جنجال‌های زیادی برپا بوده، چون که این بازیگر خوش‌چهره طرفداران و سینه چاکان زیادی داشته و داره. به گفته دوستان و نزدیکان رضا گلزار، مراسم عقد و عروسی با هم و در یک شب برگزار شده. مهمون‌های محدودی به صورت VIP حضور داشتند که جلوی در سالن موبایل‌هاشون رو ازشون می‌گرفتن که عکس و فیلمی از عروس خانم و آقا داماد سوپر استار سینمای ایران بیرون نیاد. گلزار هم دیروز یک عکس از خودش با کت و شلوار منتشر کرد و روی دست چپش استیکر قلب گذاشته بود که حلقش مشخص نشه و ماجرا زودتر لو نره. البته که این یه مسئله عادیه که سلبریتی ها و آدم های مشهور قبل از ازدواجشون چیزی رو اعلام نمی کنن و اون رو رسانه‌ای نمی کنن تا اینکه مخاطبان از طریق فضای مجازی متوجه میشن. گلزار هم طرفداران زیادی داره، مخصوصا در بین نوجوان ها. ویدیویی هم چند وقت پیش توی فضای مجازی وایرال شده بود که مورد انتقادهای زیادی هم قرار گرفت از چند دختر نوجوان که ازشون سوالی پرسیدن در مورد نبودن و مرگ گلزار، که اونها از تصور روزی که گلزار نباشه همگی گریه می کردن. ما هم در پارسی تیوی برای اونها آرزوی خوشبختی داریم. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.